بسم الله الرحمن الرحیم دکتر غلامرضا حسن زاده هستم استاد آناتومی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر گروه آناتومی دانشگاه علوم مجازی در خدمتون هستیم در این جلسه با آناتومی سطحی سر و گردم. انتظار داریم که دانشجویان عزیز و فراگیران محترم در پایان این جلسه بتونن اون نشانه های استخوانی مورد نیاز برای یافتن عروق اعصاب و همچنین عناصر مهمی مثل قدرت رو بتونن در روی سر و صورت پیدا بکنن و بتونن بشناسن و بتونن در بالین از اونها استفاده بکنن بعدی هیست که انتظار داریم که دانشجویان عزیز بتوانند در اینجا لندمارک های استخانی صورت رو و سر رو توصیف بکنند بتونن قدرتی مثل قدرت پاروتید و همچنین تیروید رو تشخیص بدن و بتونند محل اونها رو شناسایی بکنند و نشان بدن روی یک بدن یک انسان و همچنین عروغ مهمی که در گردن وجود دارن در صورت وجود دارند اینها رو بتونن ترسیم بکنن روی صورت و گردن یک انسان زنده و همچنین اعصابی که وجود دارن مسیرهاش رو اعصاب مهم رو بتونن روی سر و صورت یک انسان دیگر تشخیص بدن و بتونن مسیرها رو طی بکنن بشناسن خب همونطور که میدونید ما زمانی میگیم که سر در موقعیت آناتومیک قرار گرفته که کنار تحتانی اوربیت کنار تحتانی کاسه چشم رو اگر ما یک خط افقی ازش عبور بدیم که اینجا مشاهده میکنید این خط بیاد و برخورد بکنه به کنار فوقانی اکسترنال آکوستیک ماتوس یا مجرای گوش خارجی این خط اگر هم در حقیقت موازی با زمین باشه و در امتداد زمین قرار بگیره در اون حالت میگیم سر در موقعیت آناتومیک قرار گرفته و این موقعیت رو هم فرانکفورت هوریزونتال لاین هم بهش گفته میشه که این خط رو مشاهده میکنه خب اما لندمارک های استخوانی که ما در استخوان های نواحی مختلف سر و گردن باید بشناسیم و از اونها استفاده بکنیم برای شناسایی ساختارهای مختلف دیگر یکیش سر مندیبل هست یعنی دقیقا در جلوی مجرای گوش خارجی شما اگر نگاه بکنید اگر ما به فرد بگیم که دهانش رو باز و بسته بکنه و دستمون رو بذاریم یک انگشتمون رو بذاریم در جلوی سوراخ گوش خارجی اون وقت سر مندیبل رو میتونیم به راحتی اینجا در مفصل تمپورومندیبولار یا مفصل گیجگاهی فکی لمس بکنیم و حرکت اون رو کاملا میتونیم بشناسیم میدونیم که مفصل تمپورومندیبولار تنها مفصل متحرک جمجمه ما هستش بقیه مفاصلی که بین استخوان‌های جمجمه وجود دارند تحت عنوان درزهای جمجمه یا سچورها شناخته میشن و تنها مفصل متحرک همین مفصل TMJ یا مفصل در حقیقت تمپورومندیبولار یا مفصل گیجگاهی فکی هستش لندمارک دیگری که در جلوی سر مندیبل قرار گرفته و میشه ازش استفاده کرد قوس زایگوما هست اینجا شما اگر در درست در جلوی سر مندیبل دستتون رو بیارید به سمت جلو بکشید اینجا یه ای برجستگی رو میتونید لمس بکنید که میشه قوس زایگوما یا در حقیقت قوس گونه قوس زایگوما از زائده تمپورال استخوان زایگوما یا استخوان گونه و زائده زایگوماتیک استخوان تمپورال این دوتا زائده به هم دیگه متصل میشن و این قوس زایگوما رو ایجاد میکنن که این لندمارک استخاری رو میشه در افراد زنده لمس کرد ساختار دیگری که میشه دید در حقیقت استخوان زایگوما هست برجستگی گونه رو اگر در هر فردی شما دستتون رو روی صورت بذارید در جلوی صورت در زیر اوربیت یا کاسه چشم قرار بدین اون برجستگی که در ناحیه صورت وجود داره در طرفین صورت در تومان استخوان زایگوما هست یا استخوان گونه هست که برجستگی گونه رو ایجاد میکنه زایده بعدی زایده ماستوئید هست. زایده ماستوئید یک زایده است مربوط به استخوان تمپورال که در خلف مجرای گوش خارجی قرار گرفته. در هنگامی که یک نوزادی متولد میشه این زایده وجود نداره ولی به تدریج این زایده بزرگ میشه و در خلف مجرای گوش خارجی کاملا برجسته میشه و رأسش رو در اینجا میتونیم ما لمس کنیم در عقب در حقیقت گوش میتونیم لمس بکنیم به سطح خارجی این زایده ماستوئید میدونید که عضله استرن و کلید و ماستوئید اتصال پیدا میکنه این زایده ماستوئید داخلش حجرات سلولی متعددی وجود داره یعنی اینکه محل قرارگیری تعداد زیادی سلول های هوایی ماستوئیده که بزرگترین این سلول های هوایی ماستوئید اسمش از آنتروم ماستوئید ساختار دیگری که باز به صورت لندمارک استخوانی میتونیم ما بشناسیم اکسترنال اوکسیپیتال پروتوبرنس هست این برجستگی که در عقب استخوان پس سری اطلس استخوان پس سری قرار گرفته و اصلا هم بهش میگیم اکسترنال اوکسیپیتال پروتوبرنس و برجسته ترین نقطهش رو تحت عنوان اینیون میشناسیم این نقطه هم باز نقطه مهمی هستش یک برجستگی در جلوی پیشانی وجود داره بین دو تا ابرو تحت عنوان گلابللا و یک برجستگی در عقب روی اکسترنال اکسپیتال پروتوبرانس به نام اینیون که اگر ما این دو تا برجستگی رو فاصله اش رو بخوایم اندازه بگیریم این میشه طول جمجمه برای اندازه‌گیری طول جمجمه پس ما فاصله گلابللا رو که بین دو تا ابرو روی استخوان پیشانی هست تا اکسترنال پروتوبرانس میگیریم اندازهش و میگیم که این طول جمجمه هستش و برای اندازگیری عرض جمجمه یک برجستگی روی استخوان پریتال وجود داره که تحت عنوان پریتال توبر یا پریتال توبرنس میشناسیم که این پریتال توبر یا تکمه پریتال دو طرف رو اگر به هم دیگه وصل بکنیم این بیشترین عرض جمجمه خواهد بود تحت عنوان عرض جمجمه میشناسیم که اگر ما عرض جمجمه رو تقسیم بر طول جمجمه کنیم و ضرب در صد بکنیم یه ایندکسی به دست میاد که تحت عنوان سفالیک ایندکس میشناسیم و بر اساس اون ما میتونیم های انسان ها رو به سه گروه دولیکوسفال، سفال و در حقیقت سفال تقسیم بندی کنیم. لندمارک دیگری که ما برامون اهمیت پیدا میکنه ورتکس هست. ورتکس بالاترین نقطه جمجمه هستش. یعنی جایی که دیگه اگر مثلا ما یه کتابی یه خطکشی بذاریم روی جمجمه ی آدم، اونجا یه آدم اونجایی که بالاترین نقطه قرار میگیره تحت عنوان ورتکس میشناسیم. در این نایه ورتکس یک لندمارک مهم وجود داره و اون اینه که در جلوی ورتکس اگر ما از ورتکس خطی رو به صورت عمودی رسم بکنیم جلوی ورتکس این ناحیه عصبگیریش از اعصاب کرانیال هست عمدتا عصب تریجیمینال از اعصاب کرانیال عصب دهی میشه در حالی که این قسمت عقب عمدتا از اعصاب سرویکال اعصاب گردنی نخایی عصب دهی میشه بنابراین ورتکس هم یک لندمارک مهمی هستش که ما اینجا میتونیم مشاهده بکنیم اگه تو همین تصویرم باز نگاه کنیم اینجا با سر مندیبل رو میتونیم ببینیم قوس زایگوما رو میتونیم ببینیم استخوان زایگوما رو میتونیم ببینیم استخوان گونه رو اینجا استخوان مندیبل رو ببینید و بعد برجستگی چانه رو میتونیم تشخیص بدیم اینجا هم که در زاویه مندیبل هست که میشه تشخیص داد و این هم که گفتم زایده ماستوئید هست و اکسترنال اوکسیپیتال پروتوبرانس رو هم میبینیم در قسمت عقب قرار گرفته خب اما در ناحیه گردن در سطح دیسک بین مهره 33 و 34 اگر ما بیایم یک صفحه افقی رو عبور بدیم در حالی که سر در موقعیت آناتومیک خودش قرار گرفته اگر یک صفحه افقی رو ما عبور بدیم از دیسک بین 33 و 34 این صفحه افقی فرضی ما از بالای در حقیقت قزروف تایروید عبور میکنه پس این صفحه افقی ما از کجا عبور میکنه از کنار فوقانی لامینای قزروف تایروید عبور میکنه و این در حقیقت محل محلی است که شریان کاروتید مشترک دو شاخه میشه اینجا ناحیه سینوس کاروتید رو داریم و شریان های کاروتید اینترنال و اکسترنال رو شما مشاهده میکنید که پس اینجا ناحیه سینوس کاروتید رو میبینیم و محل دو شاخه شدن شریان کاروتید رو داریم پس دو شاخه شدن شریان کاروتید دقیقا در برابر کنار فوقانی قزروف تایروید هستش که این کنار فوقانی قزروف تایروید هم هست با دیسک بین سی و سی چهار که اینجا هم شما در تصویر میتونید مشاهده بکنید لندمارک دیگری که در گردن میبینیم سطح مهره شیشم گردن هسته ششمین مهره گردنی رو باز اگر تو این تصویر نگاه بکنید یک صفحه افقی از ششمین مهره گردنی عبور میکنه در حقیقت از قزروف کریکوید هنجره عبور میکنه از کنار تحتانی غزروف انگشتری یا غزروف کریکوید هنجره عبور میکنه این سطح هم اهمیت داره برای اینکه ما اینجا هنجره تموم میشه در اینجا میدونیم که هنجره تموم میشه و نای شروع میشه و در همین سطح هستش که مری در حقیقت شروع میشه یعنی حلق هم تموم میشه و مری شروع میشه پس در سطح سی شیش یعنی شیش مهره گردنی اینجا جاییست که هنجره و حلق تموم میشن و نای و مری شروع میشن بنابراین این هم برای ما یک اهمیت در کار کاربردی داره اما در اینجا مسلس های گردن رو مشاهده می کنید ما در ناحیه ی گردن اگر نگاه بکنید دو تا مسلس رو میتونیم ببینیم این ازولهی که اینجا دیده میشه ازوله استرنو و کلید و ماستوید هست ازوله استرنو و کلید ماستوید در پایین هم که میدونید دو تا سر داره یک سر استرنال داره که اینجا مشاهده می کنید و یک سر در کلابیکولار داره که سر کلابیکولارش از یک سوم داخلی سطح فوقانی کلابیکل مبدا میگیره و سر استرنالش از منابیوم استرنی مبدا میگیره این دوتا سر هم اگر ملاحظه کنید به همدیگه در بالا و عقب به هم متصل میشن و بینشون یک مثلث خیلی کوچیکی تحت عنوان این مثلث رو که می‌بینید مثلث سوپراکلاویکولار ایجاد می‌کنه یک مثلث کوچک سوپراکلاویکولار اینجا ما میتونیم مشاهده بکنیم خب این دو تا سر وقتی به هم متصل شدن میشن بادی یا تنه یا بلیه این عضله استرنوکلید ماستوئید و, و این سرشن به سطح خارجی زائده ماستوئید و استخوان تمپورال هستش این عضله استرنوکلید ماستوئید ناحیه قدامی طرفی گردن رو به دوتا تا مثلث تقسیم میکنه یک مثلث مثلث قدامی گردن هست و یک مثلث مثلث خلفی گردن که اینجا مشاهده میکنید شما این مثلث قدامی گردن اگر من از وسط چانه یک خطی رو عبور بدم بیاد تا در حقیقت بریدگی ژوگلار تا بریدگی جوگولار درست تو خط وسط بیاد پایین این زل یک زل است که در حقیقت مشترک بین دو تا مثلث قدامی گردن یعنی دو تا مثلث قدامی گردن در این زل مشترک هستن اگر این تصویر نگاه بکنیم اینجا میبینید ما دو تا مثلث قدامی گردن داریم و یک در حقیقت شیاری که یک در خطی که این دو تا مثلث از هم دیگه جدا میکنه خب در اینجا باز اگر دقت بکنید کنار تحتانی مندیبل یعنی بیس مندیبل و خطی که از زاویه مندیبل به زایده ماستوید وصل بشه این میشه قاعده مثلث قدامی گردن پس قاعده مثلث قدامی گردن در کجاست در بالا از کجا تشکیل شده از کنار تحتانی مندیبل و از یک خطی که از زاویه مندیبل به زایده ماستوید متصل میشه و بالاخره کنار خلفی این مثلث قدامی گردن میشه لبه قدامی از ل استرنو کلید و ماستوید که اینجا مشاهده میکنید بنابراین این مثلث خودش میشه مثلث قدامی گردن که خود مثلث قدامی گردن دارای چهار تا مثلث کوچکتره مثل مثلث کاروتید مثلث ساب مند... مندیبولار یا مثلث دایگاستری که اینجا قرار گرفته مثلث ماسکولار یا ازولانی که مشاهده میکنید اینجا هستش این مثلث ها و مثلث ساب که در جلو قرار گرفته این مثلث ها خودشون در مثلث قدامی گردن قرار گرفتن پس اگر یک بار دیگه بخوام ازلاع مثلث قدامی گردن رو بگم میشه یک خطی از وسط چانه درست و خط وسط میاد به سمت پایین و به بریدگی جوگولار وصل میشه یک خط دیگرش یک زل دیگرش میشه کنار قدامی از زل استرانکلید و ماستروید و قاعده مسلس میشه بیس مندیبل یا قاعده مندیبل یا, قاعده مندیبل یا کنار تحتانی مندیبل و خطی که از زاوی مندیبل تا زایده ماستروید وصل شده اما مسلس خلفی گردن زل قدامیش این زلش هست یا زل حال داخلی هم بعضی کتاب ها میگن این میشه کنار خلفی ازول استرنوکلوید و ماستوید که البته بعضی از کتاب ها خود ازول استرنوکلوید و ماستوید رو هم ساختار ساختارهای مسلس خلفی گردن میشناسن زل خلفی یا زل خارجیش میشه لبه قدامی لبه قدامی یا لبه خارجی ازوله ای تراپزیوس این لبه این لبه ای که اینجا قابل لمس هست ازوله تراپزیوس ازوله زوزنقه که بعضی میگن لبه قدامی بعضی میگن لبه خارجی خب و قاعدش میشه یک سوم میانی یا سلس میانی استخوان کلاویکل مسلس خلفی از لایش رو گفتیم که شامل چه ساختارهایی است در حقیقت مسلس خلفی در جلو میشه کنار خارجی کنار خلفی استرنو کلید در عقب کنار قدامی تراپزیوس و در قاعدش هم یک سوم میانی ترقوه هستش که رسش میشه در می‌خوره میخوره به کجا به ناحیه زایده ماستوید اینجا زایده ماستوید رو ببینیم این میشه مثلث خلفی گردن بطن خلفی عزله اوموهایوید مثلث خلفی گردن رو به دو تا مثلث کوچکتر تقسیم میکنه یه مثلث اوموکلاویکولار در پایین و یک مثلث در حقیقت اوکسیپیتال در بالا پس مثلث اوکسیپیتال رو در بالا داریم و مثلث سابکلاویان یا اوموکلاویکولار رو در پایین داریم این میشه ازلاع مثلث خلفی گردن خب ساختارهای مهمی هم در این مسلس ها وجود دارن که اهمیت برای ما دارن به عنوان مثال در مسلس خلفی گردن اگر ما بیایم بین یک سوم فوقانی کنار خلفی استرنوکلوید ماستوید و دو سوم تحتانی کنار خلفی استرنوکلوید ماستوید یه نقطه رو در نظر بگیریم و در لبه خارجی یا لبه در بیرونی ازول تراپزیوس هم بین دو سوم فوقانی و یک سوم تحتانی نقطه را در نظر بگیریم این دو تا نقطه را اگر به هم وصل بکنیم این میشه مسیر عصب اکسسوری مسیر عصب اکسسوری ما میتونیم اینجا ببینیم بنابراین این لندمارک ها برای ما اهمیت پیدا میکنن لندمارک ها برای ما مهم هستن خب در مثلث قدامی گردن همونطور که گفتم ما چهار تا مثلث کوچکتر داریم. یه مثلث سابمندیبولار داریم که بطن قدامی و خلفی عضله دایگاستریک و کنار تحتانی مندیبل و در خطی که از زاویه مندیبل زائد ماستوید وصل میشه این محدوده رو تشکیل میده. یه مثلث داریم به نام مثلث سابمنتال، بطن قدامی دو تا عضله دایگاستریک دو طرف و استخوان لامی رو در نظر بگیرید این هم میشه یک مثلثی به نام مثلث سابمنتال. یه مثلث تحت عنوان مثلث عضلانی داریم که این مثلث ازولانی محدودش استخوان هایوی در بالا هستش کنار فوقانی بطن ازوله اوموهایوید و کنار قدامی ازوله و ماستوید اینها در حقیقت میشن محدوده از مثلث ازولانی و بالاخره یه مثلث هم تحت عنوان مثلث کاروتید داریم که در این مثلث کاروتید اهمیتش این هست که شریان کاروتید اینجا قرار گرفته و میدونید که در مقابل کنار فوقانی گفتم قزروف تایروید این شریان کاروتید مشترک تقسیم میشه به کاروتیدهای داخلی و خارجی این مثلث کاروتید محدودش میشه بطن فوقانی ازاله اوماهایید در جلو و پایین ازاله استرن و و بطن خلفی دایگاستریک در بالا و کنار قدامی ازاله استرن و ماستوید این محدوده میشه محدوده مثلث کاروتید خب در اینجا باز اگر دقت بکنید مسلس های قدامی و خلفی گردن رو میبینیم این دوتا مسلس قدامی گردن هستن که با هم دیگه در قرار گرفتن اینجا شما میرین خطی که از بسط چانه میاد به سمت پایین به بری دیگه جوگولار این میشه یک زل مثلث قدامی کنار قدامی از حال کلید ماستوید یک زل دیگر قاعده مندیبل به خط از مندیبل تا زاید ماستوید وصل میشه یک زل دیگه این میشه یک مثلث قدامی گردن در سمت چپ و این هم در سمت راست که این دوتا با هم دیگه کنار هم توسط یک خط فرضی از هم جدا میشه و اینجا مثلث خلفی گردن رو مشاهده میکنید که از لایش رو گفتم استرنوکلید و ماستوی در جلو لبه خارجی تراپزیوس در عقب و سلس میانی کلابیکل در پایین خب که اینجا وجود داره ملاحظه میکنید عناصری که بین سر و گردن و توراکس در حقیقت در انتقال هستن در حرکت هستن یعنی دارن از مثلا فرض کنید که توراکس میان به داخل گردن مثل توراسیک داکت یا عناصری که از گردن دارن میان به سمت پایین مثل مثلا نای مثل مری اینها ملزم کنن از مثلث قدامی گردن رو برون و اینجا باز اگر دقت بکنید عناصری رو میبینید مسیر عناصری رو میبینید که بین گردن و اندام فوقانی در حرکت هستند یعنی این محل عبور عناصری هستند که بین گردن توراکس و اندام فوقانی قرار گرفتن که این فلش ها به خوبی داره نشون میده که چه عناصری میتونن باشن مثلا شبکه براکیال شبکه براکیال از گردن میاد و وارد حفره آگزیلاری میشه و از اونجا به اندام فوقانی میرسه خب ربات کلیکو تایروید یه رباتی هستش که بین قزروف تایروید اینجا قزروف تایروید رو میبینیم اینجا دقیقاً ناچ هست اینجا لارنجیال پرامیننس یا تایروید پرامیننس هستش که این برامدی هنجره یا همون سیب آدمه که در آقایون وجود داره و در خانم ها وجود نداره شما مشاهده میکنید اینجا هم که ما اگر دستمون رو خط وسط بکشیم به سمت پایین از این برامدی هنجره بیاریم به سمت پایین یک برجستگی دیگر رو در پایین میتونیم لمس بکنیم که کاملا قضروفی مشخصه به نام در اون آرک قضروف انگشتری یا قضروف کریکوید. بین قزلوف تایروید بین کنار تحتانی قزلوف تایروید و قزلوف کریکوید یک فرو رفتگی رو ما میتونیم لمس بکنیم هم در خانم ها اینطوری هم در آقایون که قابل لمس این در حقیقت فرو رفتگی که اینجا ما میتونیم ببینیم بافت نرمی که میتونیم ببینیم این در حقیقت به اسمش هست ربات کریکو تایروید این ربات کریکو تایروید دقیقاً زیر اون برجستگی هایی است که مربوط هستن به ایجاد صوت یعنی بر بنا بر صوتی پایین تر از های صوتی قرار گرفته لوله ای که از ربات کلیکوتایروید ما بتونیم عبور بدیم به مجرای هوایی دقیقا در زیر چینهای وکال وارد خواهد شد برای ما میتونیم از این ربات کریکوتایروید استفاده کنیم پس اهمیت ربات کریکوتایروید در چیه در این هستش که ما میتونیم برای در تراکستومی ازش استفاده بکنیم یعنی یک لوله هوایی رو وارد بکنیم و ببریم توی مجاری هوایی چون زیر وکال فولت ها هستش چین های صوتی حقیقی هستش بنابراین خیلی مشکلی رو برای ما ایجاد نخواهد کرد برای بیمارمون ایجاد نمیکنه در پایین قزلوی کریکوئید ما میتونیم اولین قزروف نای رو لمس بکنیم شاخص هایی که برای پیدا کردن ربات کریکو تایروید در مردان و زنان به کار میره کاملا مشابه همه تو این تصویر هم میبینید با این حال ببینید اگر ما نگاه بکنیم میبینیم که تیغه های تایروید در مردان با زاویه حاده قرار گرفتن شما میدونید که های، لامینا های تایروید در آقایون یک زاویه حدود 90 درجه دارند. در حالی که در خانم ها این زاویه حدود 120 درجه است بنابراین خود این نشون میده که می این برجستگی در آقایون باید وجود داشته باشه تحت عنوان لارنجیال است ساختار دیگری که برای ما اهمیت داره در آناتومی سطحی در ناحیه گردن قده تیرویده همونطور که میدونید قده تیروید از دو تا لب چپ و راست تشکیل شده و یک ایسموسی که بین این دوتا لب قرار گرفته یعنی این ایسموسش که ایسموس قده تیروید هستش که بین دوتا لب چپ و راستش قرار گرفته این لب ها هر کدومشون که نگاه میکنید میدونید که یک سطح خارجی داره یک سطح داخلی و یک سطح خلفی هرمی شکل قاعدهشون رو به پایین راستشون رو به بالا هستش که در اینجا دیده میشه ازولات استرنتایروید که در بالا به خط مایل قوزلوف تایروید اتصال پیدا میکنن از جلوی لوبهای های قده تیروید رو بور میکنن برای اینکه ما قده تیروید رو پیدا بکنیم باید ابتدا قد... اون برامدگی تیروید رو پیدا کنیم برامدگی هنجره رو پیدا کنیم قوزلوف کریکوید رو قصش رو پیدا بکنیم و در به طرف عقب و خارج هنجره دستمون رو ببریم قده تیروید رو میتونیم اینجا لمسش بکنیم پس ما برای اینکه پیدا بکنیم قده تیرویدو در این تصویر خیلی خوب دیده میشه پس ما این قضروف رو پیدا میکنیم برآمدگی هنجره اگه آقا باشه که خیلی راحت تره برامدگی هنجره رو پیدا میکنیم قضروف کلیکوید و این ربات کلیکو تایروید رو پیدا میکنیم پایین این اگر بیایم یک قزلوف رو میتونیم لمس بکنیم که اولین قزلوف تراکه ها یا قزلوف نای هست و پایین اون هم میشه اسموس قده تیروئید و در دو طرفش لبهای های قده تیروئید رو میتونیم لمس بکنیم حالا افرادی که قده تیرویدشون برجسته است مثلا گواتر دارن اونا خب خیلی راحتتر حتی بدون لمس کردن هم شما میبینید وقتی که در بل انجام میدن به خوبی قده تیروئید رو میشه حرکتش رو دید تنگه قده در جلوی انتهای فوقانی نای قرار گرفته و در خط وسط در زیر قوس کریکوئید هستش که گفتم میتونیم اونو لمس کنیم خب در اینجا شما پس محل قرارگیر تیروید رو میبینید این نمای لترال از گردن یک مرد هست که اینجا قدر تیروید در زیر این برامدگی هنجره میشه پیداش کرد در خانم ها باز پیدا کردن این به جهت جهت اینکه برام دیگه حنجره وجود نداره کمی سختتر اما میشه پیداش کرد یعنی با لمس قزلوب کریکوئید و قزلوب تایروید میشه به قدر تیروئید رسید و دست پیدا کرد